درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. چند دقیقه در خدمتتون میخواهم که سخنی داشته باشم درباره یک ترکیب یا عبارتی که در سالهای اخیر زیاد درباره شنیدیم، به ویژه در هفته های اخیر یه مقداری این میزان افزایش یافته و به خاطر اهمیت موضوع حس کردم که بهتره که در این زمینه یه گفتگوی رو داشته باشم. البته به صورت گفت است چون من نمیتوانم صدای شما رو بشنوم، ولی فکر میکنم مطلب بسیار مهمه. نشست هایی به نام یا با نام های ملیت های ایران فدرال در اینجا و اونجا انجام شده، گروه های تحت نام تشکیلات مربوط به ملیت های ایران فدرال، منظورشون ایران آینده است، ایران فدرال اعلام موجودیت کردن یا اگه موجودیت داشتند به هر حال فعالیتشون رو بیشتر کردن. گرچه به نظر ممکنه این عبارات و این ترکیب ها عبارات و ترکیب های بسیار مسخره و جعلی به نظر برسه که این گونه هم هست، ولی نباید این گونه مسائل رو دست کم گرفت و فکر میکنم نیاز اینو داریم که به طور بنیادی با همیهنان گفتگو کنیم و بگیم که این جریانات و این گونه گفتمان ها چرا مردودن و اصولا هیچ اصالت و ریشه‌ای در ایران و جامعه ایرانی ندارند. خب پیش از اینکه برم سراغ ملیت های به اصطلاح ایران فدرال، ملیت ها رو فعلا کنار میگذارم، در مورد ایران فدرال میخواهم که مطالبی باهاتون در میون بذارم. خب این آقایون و خانم ها احتمالاً آرزوشون ایران فدرالی است که در آینده تشکیل بشه و این ایران فدرال که برای اونا آرزوست میتواند برای هر ایران دوست دلسوز و دوراندیشی یک کابوس باشه، از جمله برای خود من. مسئله فدرالیسم من خیلی کوتاه و با زبان ساده خدمتون توضیح میدم، بعد میرسیم به این که چرا فدرالیسم برای ایران اصلا بی‌معناست و موضوعیت نداره. نسخه فدرالیسم نسخه بود که در بخش‌های از جهان به کار گرفته شد برای ایجاد کشور از هیچی، از یه سری سرزمین‌های پراکنده با مردمی که الزاماً در هیچ پیوندی با یکدیگر نبودند، اینها کنار هم قرار می‌گرفتند با یک قرارداد، با یک میثاق، با یک پیمان نامه می‌پذیرفتند که با همدیگه تشکیل یک یکان یا واحد سیاسی رو بدن و به صورت یک کشور اعلام موجودیت کنه. در قرن 19 1830 یا 840 بلژیک اینگونه تشکیل شد از مردمی که بخششون هلندی تبار بودن، بخششون فرانسوی تبار بودن. 1870 فکر میکنم آلمان به عنوان کشور آلمان اعلام موجودیت کرد از برهار سرزمین هایی که از امپراتوری اتریش و مجارستان یا بخش دیگری پروس باقی مونده بودن، کنت نشین های سابق کنار هم قرار گرفتن و تشکیل واحد سیاسی به نام آلمان رو دادن. برای من بلژیک و آلمان به صورت فدرال تشکیل شدن، اگر فدرال نمی شدن اصولا کشوری به نام بلژیک و آلمان ممکن بود ایجاد نشه. مناطق مهاجرپذیر مانند سرزمین هایی که در امریکای شمالی قرار داشتن 13 تاشون کنار هم قرار گرفتن، تشکیل ایالات متحده امریکا رو دادن که البته بعد به مرور سرزمین های دیگر رو به خودشون پیوند دادند و حتی برخی از سرزمین ها رو خریدند، مثل آلاسکا از روسیه یا هاوایی از ژاپن، به هر حال با کالیفرنیا رو از مکزیکیا گرفتن، لوئیزیانا رو از فرانسویا گرفتن و این مجموعه نهایتا به 50 ایالت رسید که امروز ایالات متحده امریکا رو تشکیل میدن. بنابراین اصلا فلسفه وجودی امریکا بر پایه فدرالیسم بوده. در حقیقت در کشورهایی که به صورت فدرال تشکیل شدن، فدرالیسم معنای با هم بودن رو میده نه معنای جدایی، چون اگر فدرالیسم نبود اینا کشور نمیشدن. کانادا هم همینطور، از یه سری مهاجرهای انگلیسی تبار مثلا در آنتاریو و بریتیش کولومبیا و همچنین مهاجران فرانسوی تبار در ایالت کبک و بخشای دیگه، این مجموعه با هم تصمیم گرفتن در کنار هم یک
واحد سیاسی رو تشکیل بدن و طبق قرارداد واسدن کنار هم. بنابراین فدرال بودن این کشورها نباید برای برخی از هممیهنان ما این شایبه رو ایجاد کنه که آقا امریکا که فدراله، آلمان که فدراله، بس فدرالیست که اشکالی نداره، ما بریم فدرال بشیم. نه، برای کشوری مانند ایران که در یک فرایند طبیعی شکل گرفته و بافت و ساختار کشور رو به خودش گرفته، فدرالیسم به این معناست که شما یک تیکه ظرف شیشه‌ای رو بردارید، اینو بشکنید، بعد بگید حالا این تیکای شکسته شده رو با هم دیگه با چسب بچسبونید. معنا نداره. چیزی که یک پارچه هست و کاملا در یک فرایند اصیل و ریشه‌دار و طبیعی بدون قرارداد، بدون اعمال فشار از سوی حالا دست‌های بیرونی یا درونی، بلکه با یک توافق و همراهی به طور طبیعی در طول 2-3 هزاره شکل گرفته، مثل ایران، کشورهای دیگه مثل کره، مثل ژاپن، ایتالیا، اینها چون کشور یک پارچه هستند، وقتی کسی میگوید اینها فدرال بشن، دقیقاً داره تشویق میکنه که اینها تجزیه بشن و تیکه پاره بشن. چون همچنان که گفتم فدرالیسم نسخه ایست برای سرزمین هایی که پراکنده هستن کنار هم قرار بگیرن، برن زیر پوشش یک سرنوشت مشترک، یک پرچم متحد و یک سرود متحد و طبیعتا داشتن یک ارتش مشترک. از این که بگذریم، برای دیگر کشورهایی که حضورشون در طول تاریخ حالا در صده های مختلف شکل گرفته و به امروز رسیده، مسئله طرح فدرالیسم چیزی نیست جز فراهم کردن زمینه برای تجزیه کشور. برخی از کسانی که فرمول فدرالیسم رو مرتب دارن تکرار میکنن، که همین عمدتاً گروه های جدایی خواه قومگرا هستند، اشاره میکنن که اصلا ایران هم تا پیش از رضا شاه ممالک محروسه بود. در متونی که زمان قاجار می نوشتن ممالک محروسه ایران، و به این دلیل میگن پس این یعنی فدرال بوده. و با چکمه یا با عرض کنم خدمتتون که چماق رضا شاه، ایران از حالت فدرال در اومده و متمرکز شده. نخست اینکه ممالک محروسه ایران که میگفتن، ممالک جمع مملکته، مملکت با کشور بسیار متفاوته. مملکت با ملک و مالک از یک ریشه است، جایی است که در تملک کس یا کسانی است. برای نمونه در زمان ناصرالدین شاه می آمد و اصفهان رو به یکی از نزدیکانش می داد، مثلا فرض کن اصلا به کامران میرزا. ولایت کرمان رو به کسی دیگه می داد، همدان رو به کسی دیگه می داد، کرمانشاه رو به کسی دیگه می داد. اینها اون مملکت رو صاحب می شدن به صورت استیجاری. از اون چی که از مردم می گرفتن، یه بخش رو می فرستدن برای دربخانه ناصری، برای هزینه های ناصرالدین شاه و اعیان و انصارش، بخشش هم که خب خودشون برمی داشتن و هزینه می کردن و خرج می کردن. این ممالک محروسه یعنی در حقیقت یک سرزمین های اجاره‌ای در اختیار آدمی که بسته به بی انصافی یا انصافش میتونست پدر مردم رو در بیاره، یا این که حالا با مردم تو حدی مدارا کنه. این ساختار کشور نیست، یک وضعیت ملک و طوایفی به هم ریخته و بسیار پریشان و آشفته احوالی است. و رضا شاه اگر که به ایران اون شکل نیشن استیت یا دولت ملی رو داد و از این سرزمین با اون خان و خانبازی که درش جریان داشت موفق شد که یک دولت ملی در مفهوم نوین بسازه، در حقیقت اومد بر شالوده‌ای که در ایران صده‌های طولانی قدمت و پیشینه داشت، ایران متمرکز و مقتدر رو ساخت. برای اینکه مطلب رو بازتر کنم، اشاره میکنم باز به اشتباه دیگری که برخی از هممیهنان میکنن. اشاره میکنن که آقا ما دوره هخامنشیان هم فدرالیست داشتیم، ایران فدرال بوده و بنابراین خب پس فدرال یه فرمول غیر ایرانی نیست. اینم نادرسته. دوره هخامنشیان ایران پرشین امپایر بهش گفته میشه دیگه، توی متون تاریخی که امروز کارشناسا صحبت میکنن. یعنی ما به دوره هخامنشیان میگفتن امپراتوری هخامنشی پارس، امپراتوری پارس. چرا واژه امپراتوری استفاده میشد؟ چون سرزمینی که
در زیر پوشش هخامنشیان بود بیش از یک ملت رو شامل می شد. فقط ایرانی ها نبودند که در این گستره بزرگ و پهناور هخامنشی زندگی می کردن. از جنوب شرق، از پنجاب بگیرید تا غرب و شمال غرب، اوکراینی ها و بلغار ها و یونانی ها بودند. سرزمین هایی که یا حکومت هایی که برای بیش از یک ملت حکومت می کنند بهشون امپراتوری گفته می شه. امپراتوری بریتانیا، امپراتوری مغول، امپراتوری روم و امپراتوری پارس یا همون پرژن امپایر دوره هخامنشیان. در زمان کوروش که خب تازه این شکل داشت می گرفت و کمبوجیه، از زمان داریوش اتفاقا یک تمرکزی در ایران آغاز شد که دقیقا جوانه های تشکیل یک نیشن استیت منتها خیلی خیلی زودتر از اروپا در ایران بود. اقداماتی که داریوش کرد همه در جهت تشکیل یک کشور بر مبنای دولت ملی بود. این که میبینیم جاده های مفصلی در ایران کشیده میشه، سیستم چاپار و پست گوش و کنار کشور رو به هم پیوند میده، سکه ها یکسان و یک دست میشن، واحد پول یکی میشه، حتی واحد های اندازگیری یک دست میشه در ایران، همه اینها نشانه های تشکیل یک دولت ملی است بر چیره بر یک کشور. و ساتراپی هایی هم که در دوره هخامنشیان بودن از دوره داریوش به طور بسیار روشن و پررنگی، این ساتراپ ها یا فرما روایان محلی از سوی داریوش گزیده می شدن و فرستاده می شدن. سیستم فدرال سیستمی است که خود مردم و منطقه فرما روا را انتخاب بکنن و فرما روا در یک پیوند نسبتاً ضعیف و شکننده با مرکز قرار داشته باشه، در حالی که در دوره داریوش و از داریوش به بعد ساتراپ ها به طور مستقیم از سوی شاه برگزیده می شدن، می رفتن و اون استان رو اداره می کردن. ولی به هر حال چون دوره هخامنشیان یک دوره ای بود که ما بیش از یک ملت رو در پهنای امپراتوری ایران داشتیم، هم واژه امپراتوری براش درسته، هم می شود گفت سیستم نسبتا غیر متمرکز بوده، غیر از اونم معنا نمی داده. دوره اشکانیان که خب دوره ملک و طوایفی بود، دوره ای بود که به خاطر خاصگاه ایلیاتی اشکانیان امکان شهریگری و ایجاد تمدن بسیار منسجم و شکلگیری یک دولت ملی خیلی سخت بود. کوشش های در این زمینه دوره اشکانیان کردند ولی پا نگرفت. و دوره ساسانیان رو ما هیچ وقت به نام امپراتوری ساسانی نمیشناسیم، به عنوان شاهنشاهی ساسانی میشناسیم، حتی در زبان انگلیسی هم بهش پرژن امپایر دیگه نمیگیم. دلیلش این است که امپراتوری دیگه وجود نداره، بلکه یک ملت در زیر یک گستره هستن، گستره ایران شهر یا حکومت ایرانی ساسانی. فارغ از این که کسان بخشی از کسانی که در ایران زندگی میکردن ممکن بود مثلا فرض کنید از تبار آرامی باشند یا آسوری باشند، یعنی بر اساس ژن ایرانی نباشند، ولی اون مهم نبود. اینها همه شهروند ایران شهر بودند. بنابراین مفهوم ملت نه به معنای اروپاییش در سده 19، بلکه خیلی اصیلترش به عنوان مردمی که یک خودآگاهی بر هویت ایران شهری خودشون داشتن در دوره ساسانیان کاملا در ایران مشخصه و آشکار. و دوره ساسانیان به طور مشخص دوره است با دولت مقتدر و متمرکز. بنابراین نه فدرالیسم فرمول ایرانی بوده و نه آنچه که در دوره قاجار میگذشته دوره مطلوبی بوده که به اون عبارت ممالک محروسه ایران تکیه بشه و بعد بر اساس اون افرادی بیاین به رضا شاه ناسزا بگن و فرمول فدرال رو برای ایران پیشنهاد بدن. حتی در شاهنامه که ما کیخسرو رو به عنوان شاه آرمانی یا شهریار آرمانی ایرانی میدونیم که یک دولت ایرانی ایدئال رو برای ما در حقیقت داره نمایندگی میکنه، کیخسرو از فرامینی که میده کاملا مشخصه که دولت ایرانی رو بر پایه یک دولت متمرکز، مقتدر و فقط و فقط ایرانی میدونه و هیچ اعتقادی به
پخش قدرت به صورت جغرافیایی نداره. توجه کنید پخش قدرت اشکالی نداره، پخش قدرت به صورت جغرافیایی است که مشکل زاست، وگرنه قدرت باید در نهادهای مختلف تصمیم گیری تقسیم بشه که کشور رو به استبداد نره. حالا برخی میایم میگوین که خب ما مقصودمون از فدرال، فدرال قومی قبیله‌ای نیست، بلکه منظور ما فدرال فرض کنیم اداری و مالی است. خب الان شما مثلا در امریکا یا کانادا یا بلژیک نوع فدرال، خب حکومت فدرالی است که اداری و اقتصادی است، چون اینجا که قومگرایی و قبیله‌گرایی نیست. این چیزها معمولا مال جوامعی است که هنوز خیلی بافت عقب مانده دارند. ولی حتی فرمول فدرال اقتصادی یا فدرالیسم اداری در ایران بی‌معناست. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که در یک سیستم فدرال مثل ایالات متحده یا کانادا، هر ایالت مخارج خودشو داره، درآمد خودشو داره. یه ایالت ثروتمنده مثل فرض کنید کالیفرنیا در امریکا یا تگزاس که منابع نفتی عظیمی داره، و یک ایالتی شاید خیلی از نظر درآمد پایین باشه و نسبتاً فقیر باشه مثل میسیسیپی، مثل ایالت یوتا در امریکا. خب در اینجا ایالت ثروتمند از ثروت خودش به ایالت فقیرتر پولی نمیده. سطح زندگی در ایالت فقیر پایین‌تره، در ایالت ثروتمند بالاتره. نیویورک از ثروت خودش نمیده به میسیسیپی. در ایران ما که کشوری است شوربختانه فعلا بر پایه یک اقتصاد تک محصولی، کل کشور عمدتاً داره بر پایه درآمد حاصل از فروش نفت استانهای جنوب غربی کشور اداره میشه. یعنی خوزستان نفت تولید میکنه میفروشه، به اضافه حالا یه مقدار نفتی که از خلیج فارس و استان کوکولوی و بحرعمد داریم، عمده درآمد ما از استان خوزستانه و خوزستان داره عملا تمام استانهای ایران رو سوبسید میده از نظر تبادل درآمد و هزینه. به عبارت دیگر اگر نفت خوزستان نباشه، متاسفانه با وضعیت فعلی همه استانهای ایران عملا تبدیل به یک بنگلادش میشن، چون همه مصرف کنندن. کسی که داره فرمول فدرالیسم اقتصادی یا مالی رو میده چگونه میتواند این مطلب رو پاسخ بده؟ وقتی یک استان یا دو استان دارن هزینه نزدیک به 30 استان رو میدن، اگر شما میخواهید که اون استانها از نظر مالی خودکفا یا خودمختار باشن، خب این فرمول در ایران کار نمیکنه. بنابراین کسانی که مطلب رو عنوان میکنن یا اصولا با فلسفه فدرالیسم آشنا نیستن یا مغرضن، هدفشون این است که فدرالیسم رو مطرح کنن، با راهکار فدرالیسم ایران رو به تجزیه برسونن و کشور اصلا بپاشونن. در اون عبارت ملیت های ایران فدرال به فدرالش پرداخته، میرم سراغ ملیت های ایران. ببینید علت این که تأکید میکنن گروه های قومگرا، یا درستر بخوام میگم گروهک های قومگرا، بر واژه ملیت ها، یا اینکه اینجا اونجا بعضی وقتا میگویند و مینویسند که ایران کشوری است کثیر المله، یعنی چند ملتی است، این است که اگر حساسیت ما رو نسبت به این واژه ها کم کنن، در یک جامعه اخته، در یک جامعه ستروند، به مرور وقتی حساسیت ها کم بشه و جا بیفته که ایران کشور چند ملیتی یا چند ملتی است، بر پایه همین بعدن به خیال خودشون در اون ایران فدرال میتوانن با مراجعه به مراجع بین المللی بگن حالا که ما یک ملت هستیم، مثلا ملت بلوچ، ملت کرد، ملت قاسم آباد، ملت کازرون، ملت ممسنی، پس ما حق تعیین سرنوشت داریم بر اساس معاهده های جهانی که پس از جنگ جهانی یکم در جهان بسته شد، پس ما تقاضای رفراندوم داریم. این کل هدفه، جا انداختن این که ایران از ملت ها یا ملیت ها تشکیل شده، برای این که بتوانند بر پایه حق تعیین سرنوشت کشور رو بکشونن به پایه تجزیه. مطلب خیلی مهمی که در این باره باید بگم این است که کشوری که یک پارچه مثل ایران، مثل ژاپن، مثل ایتالیا، یعنی ساختار فدرال نداره، ساختار غیر متمرکز نداره، کشوری است که همه مردم در همه منابع خاک و آب
در همه مرز و بوم شریکند. ایران مشاع بین 80-82 میلیون ایرانی. به عبارت دیگر همونقدر یک مازندرانی در یزد حق داره که یزدی در اون یزد حق داره، همونقدر یه آذربایجانی در خوزستان حق داره که خوزستانی در اون استان حق داره. هیچ محدودیتی نیست، شما میتوانی هر روزی اراده کردی از یه استان ایران اسباب کشی کنی به استان دیگر ایران و بچه تو ثبت نام کنی به دبیرستان بره، اگه کنکور هم قبول شد دانشگاه بره. این سرزمین مشاه، همونطوری که برای دفاع از اون باید همه بشتابند، همونطور که برای پدافند از متعلقات بهش مثل فرض کنین خلیج فارس باید همه بیستن پاش، همون گونه هم برای مزایا و منابعش همه درش شریکن. ملک ملک مشاست، ایران مشا بین 82 میلیون ایرانیست. اگر یک روزی به فرض محال قرار باشه یک رفراندوم احمقانه برای جدا شدن بخشی از ایران انجام بشه که اصلا کلش احمقانه است، چون شما نمیتونید برای تیکه پاره کردن یک کشور رفراندوم کنید، به فرض محال اگر هم تازه قرار باشه این گونه باشه، چون همه 82 میلیون ایرانی در ایران شریکن، باید از 82 میلیون ایرانی پرسش بشه نه از یک استان. ولی کل قضیه این است که اصلا همچین چیزی مقدور نیست. شما نمیتونی برای تیکه پاره کردن آن چیزی که مالکش یک ملت با یک پشتوانه تاریخی بسیار غنی رفراندوم برگزار کنی. مگر میشه بعد رفراندوم برگزار کرد که آقا مثلا ما پدر فلانیو با اسید بسوزونیمش یا نه؟ مگر میتونیم ما رفراندومی برگزار کنیم که آقا این 15 نفری که اینجا هستند و آیا افراد باید بهشون تجاوز کنن یا نه؟ همونقدر احمقانه است که انجام یه رفراندوم برای تیکه پاره کردن یک سرزمینی که نه به صورت قراردادی بلکه به صورت اصیل ایجاد شده احمقانه است. برخی اشاره میکنن آقا اسکاتلند که دیدین آمدن برای استقلالش رفراندوم کردن، خب همونطور که اونا متمدنانه کردن ما هم بکنیم. نه، اسکاتلند کشور مستقلی بود، شاه مستقلی داشت، در قرن 17 هم نهایتاً پذیرفتن که سلطنت رو در اسکاتلند ملغا کنن و برن زیر چتر دولت پادشاهی انگلستان و تشکیل به صدا گریت بریتن و بعداً یونایتد کینگدام رو دادن با ملحق شدن ایرلند شمالی و زودتر از اون ویلز به اون به اصطلاح مجموعه. برای این اسکاتلند چون توی قرارداد اومد به یونایتد کینگدام یا همون بریتانیا پیوست، این حق رو برای خودش قائل بود به عنوان یک ملت بتونه یک موقعی انتخاباتی بکنه و جدا بشه، که خب انتخابات هم کردن و شکست خوردن. بنابراین هر چیزی که در غرب هست، امیدوارم برخی از همیهنان ما با ساده انگاری و ساده کردن صورت مسئله بر ندارن و بخوان نسخه بپیچن برای ایران. باید ببینید منشأ اون چیزی که غرب بوده چیست و ببینید آیا ما نمونه مشابهشو در ایران داشتیم یا ایران در یک فرایند یک سیر تحول متفاوتی به آنجایی رسیده که امروز رسیده. مطلب آخری هم که میخواستم باتون در میون بذارم راجع به این نمایندگی از گروه های قومی است. من اصلا نمیدونم اصولا چرا باید توی یک سمینار یا کنفرانس سیاسی صحبت از نماینده اقوام بشه. خب اگر ما یه ملت هستیم که هستیم، 82 میلیون ایرانی اگر در یک کنفرانس سیاسی عده‌ای شرکت میکنن، باید بیاین بگوین ما سخنگوی دیدگاه سیاسی خودمون هستیم. یعنی تفکیک ما بر اساس دیدگاه سیاسیمون یا دیدگاه اجتماعی یا فرهنگیمونه، نه بر پایه قومیت یا دیانتمون. با اینکه معنا نداره. مگر قرار کنفرانس سیاسی تشکیل بشه، یه عده بیان میگن آقا ما نمایندگی داریم از قوم، اون یکی میگه من نمایندگی دارم از یزد، اونم میگه من نمایندگی دارم از ساری، اونم میگه از سنندج. یعنی چی؟ پس ملت ایرانی وسط کجاست؟ اگر ما یک ملت هستیم، بنابراین بازی درست کردن با نمایندگان اقوام دیگه چه صیغه است؟ یعنی پذیرفتن این که اینها نماینده قوم بلوچن یا کردن یا عربن یا هر چیزی، خودش آغاز گذاشتن یک تبعیض در میان ایرانیانه. اینا قومی هن، اینها قومی نیستن. شما خودتون دارین کسایی که این کارو میکنین تبعیض دارین میگذارید.
ایرانیان رو تبدیل میکنین عملا به شهروند درجه یک و دو. نه، اصل قضیه این است که اگر کسانی در کنفرانس سیاسی شرکت میکنن، یکی بگه من ایرانگرام، یکی بگه من نمیدونم دموکراتم، یکی بگه من چپم، یکی بگه من مشروطه خواهم، یکی بگه من جمهوری خواهم، یکی بگه من این ایده سیاسی رو دارم، این معنا میده فارغ از اینکه از کجای ایران اومدید. در غیر این صورت اصولا عنوان کردن از گروه های قومی و نمایندگان اقوام خودش به نظر من در دل خودش بحث جدایی طلبی رو تشدید میکنه. افسون بر این که هر دفعه این چند نفر آمدن، حالا گفتم ما نمایندگی از قوم بلوچ داریم یا کرد داریم یا عرب داریم، انصافا حتی نمایندگی از یک کوچه اون استانها نداشتن، چه برسه از کل مردم. منم اینجا میشینم یا شما یا هر کسی دیگری، سخنی که میگه سخن خودشو میگه، حداکثر میتونه بگه من دبیر کل فلان حزبم یا من مثلا سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی ام، ولی اینکه بنشینه و بگه من نمایندگی از مردم فرض کنید آذربایجان دارم، چندین میلیون آذربایجانی ایرانی میخندن به این حرف. صحبتامو اگه بخوام جمع و جور کنم و به پایان ببرم، این است که مطرح کردن این بحث‌های قومی قبیله‌ای جدا از اینکه ارتجاعی است، بحث‌های واپس مانده و عقب مانده است، در دلش ایجاد تنفر و ایجاد بدبینی می‌کنه در میان ایرانیان. مردم رو اگر حتی بخواهند برای احقاق حقشون علیه حکومت کنونی حرکتی بکنن مردد می‌کنه، چون حس می‌کنن با این بازی‌هایی که داره در میاد سر قوم و قوم‌گرایی و ملیت های ایران فدرالیست و این گونه شاموتی بازی ها، احساس میکنن اینها ممکنه کشور رو به مرحله خطرناکی ببره، از این رو پاهاشون سست میشه برای اومدن به خیابون ها. اگر کسی واقعا میخواد در ایران تغییرات بنیادی صورت بگیره، اگر کسی واقعا میخواد ایران از این بنبست بزرگی که گرفتار شده از این نکبت رهایی پیدا کنه، هر گونه شعار قومی قبیله‌ای فدرالیسم زبان مادری و این گونه عوامل و پارامترها رو باید تا دید شناسایی کنه و ازش دوری کنه. ما فقط در یک صورت بخت کامیابی و پیروزی داریم و میتوانیم ایران رو دوباره برگردونیم به یک جاده درستی که رو به رستگاری بره، این است که همه به عنوان ایرانی برای ایران بهترین ها رو بخواهیم. امیدوارم دوستان همتنان که تا الان نشون دادن هم میهنان هوشیار بودند و هستند، همیشه با هوشمندی این جریانات رو نگاه کنن، از اونها دوری کنن، باشون مخالفت کنن و فراموش نکنیم که تمام 82 میلیون دلمون برای ایران میتپه و به خاطر ایران باید حرکت کنیم اگر حرکتی میکنیم. در غیر این صورت اگر قرار باشه حرکتی ایران رو بیشتر به بحران و سختی و خرابی ببره، همون بهتر که در کنارم کاری کنیم که در نطفه خفه بشه. هرچند بخواهن نام ما رو دیکتاتور، شوبینیست، فاشیست و از این دست بگذارن، ما خودمون میدونیم که همه ایرانیان رو به یک چشم نگاه میکنیم و واقعا ایران رو برای همه ایرانیان میخواییم. خیلی سپاسگزارم از توجهی که کردید. بدرود.